با سلام به خواهر مریم عزیز، مردم ایران و همه جوانان همیشه در صحنه و با غیرت ایرانی. درودهای بیکران به کانونهای شورشی در داخل ایران که با از جان گذشتگی هایشان انگیزه من هستند در پیکارم در برابر دیکتاتوری خونریز و آدمکش آخوندی. یاد و خاطره شهیدان خیزش آبان 98 را گرامی می داریم و درود بر روح پرفتوهشان می فرستیم. آنان که در صف اول جنگ در برابر دشمن ضد بشر جلودار خیزش مردم ایران بودند و برای آرمان آزادی و رهایی ملت ایران مجاهد صفت جان فدا کردند. سال قبل مصادف با همین روزها نزدیک به 200 شهر ایران یکی پس از دیگری دستخوش قیامی شد که در عرض 48 ساعت خواست سرنگونی تمامیت این رژیم از طرف مردم در آن دیده شد. بالغ بر 1500 شهید و 12000 دستگیری از سوی این رژیم نشان دهنده سرکوب وحشیانه و ترس این رژیم و دم و دنبالچه هایش از سرنگونی بود. این سرکوب چنان وحشیانه بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل از توسل بی‌رویه به زور توسط نیروهای امنیتی طی اعتراضات و نقض جدی حق حیات صحبت می‌کند و می‌گوید تیراندازی به اندام حیاتی تظاهرکنندگان نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کردند. قیام آبان به دلیل گرانی قیمت بنزین شروع شد، ولی از آنجا که جان ملت ایران به لب آمده و فقر و تنگدستی تمام کشور را فرا گرفته و از سوی دیگر اصلاحات و تغییر رنگ‌های آفتاب پرستانه این رژیم در پوشش اصلاحات دیگر اعتباری نداشت، به سرعت گسترش یافت و تمامیت ایران همصدا و متحد قلب نظام را نشانه رفت و فهمان که راه دیگری جز سرنگونی نیست و بار دیگر به خیانتکارانی که خواهان حفظ این رژیم به هر قیمتی هستند جوابی کوبنده داد. شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در تمامی کوچه و خیابان‌های ایران به وضوح شنیده شد و این خیزش حرکتی رو به جلو و رو به پیروزی بود که اوج رادیکالیسم آن را دو ماه بعد در دیماه و بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در شعارهای نشاه نشیخ، نه بد میخواییم نه بدتر و سلیمانی قاتل رهبرش هم قاتله و در بزیر کشیدن عکس‌های سلیمانی جلاد دیدیم و بار دیگر ثابت شد که مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی راضی نیستند. این خیزش نشاندهنده نقش بیبدیل مجاهدین خلق بود و خامنه‌ای هراسان به صحنه آمد و گفت دلیل اصلی رادیکال شدن این خیزش مجاهدین بودند. مسئول عقیدتی نیروی انتظامی رژیم گفت حوادث این قیام نسبت به قیام‌های قبلی پیچیده تر و عمیق‌تر بود، چرا که انگیزه های سیاسی در بستر اعتراضات اقتصادی شکل گرفت. معاون سیاسی سپاه گفت گستردگی و ابعاد این قیام در طول عمر 40 ساله رژیم در نوع خود بی‌نظیر بود. فرمانده عملیات بسیج گفت به عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد. حرف آخر ما به این جنایتکاران این است که نه، خدا شما را نجات نداد، چون به جای خدا شیطان با شماست و بدانید که آقای مسعود رجوی معمار کبیر استراتژی سرنگونی با 1000 اشرف چنان خشت محکمی بنا کرده که هر ثانیه از عمر شما توأم با ریزش و لرزش است و این بار شیطان هم نمیتواند شما را نجات دهد و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش مجاهدین عزم جزم کردند که شما را سرنگون کنند و خواهند کرد. ما به این ایمان داریم. متشکرم و خیلی ممنون.